وقتی به عروسک های بدون روح فکر می کنین، ممکنه که یاد عروسک های ویکتوریایی بیفتین یا حتی بعضی شبا عروسک خودتونو یا عروسک بچهاتونو بغل کرده باشین و باهاش خوابیده باشین. ولی به نظر من خیلی به اسباب بازی بچه ها اعتماد نکنید. عروسک دیزنی السا توی سال 2013 توی مراسم کریسمس کادو داده شد که از همون اول هم تیتر خبرها شد، چون می گفتن این عروسک تسخیر شده است. مادرش می گفت تا 2 سال این عروسک وقتی روی سینش که یه دکمه داشت روی گردن بندش فشار می دادی عبارت Let it go رو می گفت و تا 2 سال این ادامه داشت، تا اینکه بعد از سال 2015 اون شروع کرد به گفتن عبارتهای انگلیسی اسپانیایی. اون اصلا دکمه اضافه‌ای روی بدنش نداشت و فقط تصادفی این کارو می کرد. به مدت 6 سال اونا صاحب این عروسک بودن و عروسک رو توی خونهشون داشتن و عجیب این بوده که مادرش میگفته یه وقتایی شروع میکرد این عروسک دیگه فقط اسپانیایی آواز خوندن و توی این 6 سال اصلا ما باتریشو عوض نکرده بودیم و باتری اون هیچ وقت تموم نمیشد و همینطوری آواز میخوند، در صورتی که یه وقتایی حتی کاملا سویچش بسته بود. اونا تصمیم گرفتن این عروسک عجیب غریب رو از خونهشون بندازن بیرون، چون دیگه کارهایی که این عروسک داشت انجام میداد روز به روز داشت ترسناکتر میشد و با خودشون عروسک رو بردن انداختن روی صندلی بیرون از خونه روی نیمکت و وقتی برگشتن خونه دیدن روی یکی از مبلای خونه عروسک قرار داره. این بار این خانواده تلاش کرد به یه نحو دیگه ی از دست این عروسک راحت بشه و توی 2 تا کیسه محکم عروسک رو قرار دادن و بردنش بیرون، گذاشتن داخل سطل زباله و رفتن مسافرت و وقتی بعد از چند هفته از مسافرت برگشتن دوباره دیدن عروسک توی خونشونه و خیلی این دفعه دیگه وحشت زده شدن و برای یکی از دوستاشون نامه فرستادن و گفتن که ما یه همچین عروسکی داریم و اونا هم گفتن که بفرستیدش برای ما. فرستادن توی ایالت دیگه و اون شخص هم این عروسک و جلوی سپر ماشینش بسته بود و فقط اونجا نگهداریش میکرد و بعد از اون هیچ خبری دیگه از این عروسک نشد. تو اگه یه عروسک این شکلی داشتی باهاش چی کار میکردی؟ یه خانواده توی پنسیلوانیا تصمیم میگیره که خونه‌ش رو بازسازی کنه و عایق بندی کنه و وقتی شروع میکنن به درست کردن دیوارا با کمال تعجب میبینن که یه عالمه صدها لاشه یه حیوان از توی دیواراشون پیدا میکنن. وقتی متخصصای این زمینه اومدن و این خونه رو دیدن گفتن اینا یه جور جادوی هلندیه. هلندی‌هایی که اون زمان اومده بودن به پنسیلوانیا و آلمانی صحبت می‌کردن، زبان آلمانی داشتن، یه جور جادو داشتن که با این کار می‌خواستن بیماری‌های جسمی و روحی خودشون رو درمان کنن و این جزی از جادوی اونا بوده که حیوانات رو داخل دیوارها قرار بدن. اینا جز مهاجرای اولیه ی آمریکا بودن، کسایی که سنت‌های خیلی عجیب و غریبی داشتن که یکی از سنت‌های تاریکشون تحریک شیطان بوده و یکی دیگه از سنت‌هاشون این بوده که میگفتن اگر میخوای یه سگ بهت وفادار باشه خون بدن خودتو بکش و توی غذای سگت قاطی کن بخوره و در نهایت اون سگ هیچ وقت از تو جدا نمیشه و همیشه به تو وفادار میمونه. کپک هایی که روی لاشه یا اون حیوان ها وجود داشت باعث شد که تمام اعضای اون خانواده بیمار بشن. A
teacher at a community center in Pinellas County is facing child abuse charges tonight after police say she... The parents of the seven victims, six boys and one girl, might call Danielle Harkins the... دانیل 35 ساله تو فلوریدا یه معلم بود که بعد از یه مدت توی سال 2012 شروع کرد به نشون دادن رفتارهای خیلی عجیب و علاقه نشون دادن به رفتارهای شیطانی. یکی از کارهای عجیبی که می‌کردیم بود که بچه‌ها رو دور همدیگه جمع می‌کرد و بهشون می‌گفتش که با این چاقوهایی که بهتون دارم میدم باید روی بدنتون خراش ایجاد بکنین تا روح‌های شیطانی از بدن شما خارج بشه و بعد از اون هم باید روی اون زخم رو بسوزونین تا مطمئن بشین که تمام این روح‌ها از بدن شما خارج شدن. یکی از کارهای خیلی عجیبی که کرده بود وقتی اومده بود دست یکی از بچه‌ها رو که بعد از بریدن با آتیش اونو در واقع بسوزونه، اون عطر روی دستش زده بود و الکل روی دستش بوده و باعث میشه که اون بچه سوختگی درجه 2 بگیره. و یه کار وحشتناک دیگه‌ای که می‌کرده این بوده که یکی از بچه‌ها رو گلوشو برش زده بوده با یه شیشه شکسته و یه حرارت روی پوستمون گرفته بوده تا اون قسمت رو دوباره بسوزونه. زمانی که معلمشون داشته این کارهای وحشتناک رو انجام میداده، یکی از بچه‌ها یه کار هوشمندانه میکنه و میره زنگ خطر رو به صدا در میاره و پلیسا بعد از یه مدت میان و این دانیل وحشتناک رو میگیرن و وقتی باهاش صحبت میکنن و میگن که آخه این چه دینیه که تو داری باهاش بلاهای این شکلی سر بچه‌ها میاری، هیچ نظری نمیده و اصلاً درباره این موضوع هیچ حرفی نمیزنه و توضیحی به قانون نمیده، ولی در نهایت دستگیر میشه. تو شمال لندن کندی 26 ساله بعد از چند روز خانوادش احساس میکنن که اون یه درد عجیبی توی گلوش داره، چون رفتارای خیلی عجیبی از خودش نشون میداد، رفتارای تهاجمی که حتی سعی میکرد به خانوادش هم آسیب بزنه و کاملا این درد راه نفسش رو گرفته بود. خانوادش به سختی میتونن اونو روی یه تخت ببندن و با کابل محکم اونو به تخت ببندن که تکون نخوره و نیاد به خانواده آسیب بزنه و شروع میکنن با دکترها تماس گرفتن و دکترهای مختلفی میان ببینن که چه اتفاقی برای کندی افتاده که اینقدر حالت تهاجمی با خانوادش داره. متاسفانه دکترها متوجه نمیشن که چه بیماری کندی داره، چون هیچ بیماری زمینه‌ای یا هیچ بیماری توی بدن اون پیدا نمیکنن. ولی کندی روز به روز همینجوری حالش داشته بدتر و بدتر میشده، تا اینکه خانواده‌اش حس میکنن که یه موجود ماورایی، انگار که یه شیطان داخل بدن اونه و چیزی هم که خودش میگفته که یه چیزی توی بدنم داره تکون میخوره، در صورتی که توی معاینات پزشکی هیچ چیزی پیدا نکرده بودن و میگفت راه نفسم داره میگیره و خوب نمیتونست نفس بکشه. اینقدر این روند ادامه داشت که خانواده دیگه نگران شده بودن و با یک کشیش تماس میگیرن و وقتی کشیش میاد میبینتش میگه بدون شک یه شیطان وارد روح اون شده و داره اونو کنترل میکنه. بعد از چند روز که نتونستن کاری برای کندی بکنن، راه نفسش بسته میشه و جون خودشو از دست میده. بعد از مرگ کندی، هر هفت عضو خانواده رو به جرم قتل عمد همشون رو گرفتن، به خاطر اینکه 60 تا زخم گاز گرفتگی روی بدن کندی بود و توی تحقیقاتشون متوجه شدن که هیچ کدوم از اون جاهای دندونا برای اعضای خانوادهش نبوده و یه 4 روز همه خانواده آزاد شدن. اتفاقی که برای کندی افتاده خیلی چیز ترسناکیه. اینکه تو یه بیماری، یه چیز روحی روانی احساس بکنی و حتی جسمی که دکترها هم تشخیص ندن چیه، خیلی میتونه دردناک باشه. هممون میدونیم و فکر میکنم خیلیاتون در جریان باشین که خفگی یکی از بدترین مرگ‌های دنیاست
و کندی هم با این مرگ از دست رفته و بدترش اینه که هیچ کسی نتونسته تشخیص بده که دقیقاً مشکل کجا بوده و چی شده که کندی روز به روز حالش بدتر میشد و داشته از دست میرفته. ولی تو اتفاقات اینجوری به نظر من اگر کسی رو دوست دارین وقتی از یه چیزی صحبت میکنه که هیچ کس باورش نمیکنه خیلی خوبه که تو مواقع این شکلی آدم یه نفر رو داشته باشه که بتونه بدون پرده باهاش صحبت بکنه و خیالش راحت باشه که طرف مقابلش حس نمیکنه که داره دروغ میگه. درسته که کاری براش نمیتونن بکنن ولی همین که حس کنی یه آدم دیگه‌ای متوجه میشه که درد تو چیه و از چی داری حرف میزنی همین به نظر من میتونه حال طرف مقابلو خیلی بهتر کنه. خب داستانای امروز هم تموم شد، بهتر بگم اتفاقات واقعی امروز هم تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشین. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین، خیلی دوستتون دارم. اگه جریان یا اتفاق خاصی براتون جذابیت داره حتما توی کامنت ها بگین، من سعی میکنم ویدیوشو براتون بسازم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. دوستتون دارم، تا یه ویدیوی دیگه خدافظ.